یه اتفاقی افتاده با اونه که این آقای مازیار ابراهیمی اگه یادتون باشه، که شما که حتما همه چیزی رو تو حافظت ماشاءالله داشته بود داری، اما اون چیزی که مازیار ابراهیمی در ماجرای اتهام تروریستی هم دانشمندان هسته‌ای دستگیر شد و بعد اعتراف کرده، بعد اومد بیرون و گفت آقا اینا همه زیر شکنجه بوده و این حرفا، و شما هم پیشا پیش اینا رو تعریف کرده بودی، خوشبختانه از تجربت استفاده کردیم و شنیدیم، اما ایندیپندنت فارسی باش گفتگو کرده با این آقای مازیار ابراهیمی، ایشون گفته وکلای ایرانی برای پیگیری پرونده من به من کمکی نکردن. خواستم نگاه شما رو به این مصاحبه داشته باشم. ببینید من براتون یه موضوع رو خدمتتون بگم، چون من بالاخره فکر میکنم بهتر از هر کسی تو جریان این پرونده هستم. اول از اون که من راجع به آقای مازی، ایشون گفتن هیچکی کمکی بهشون نکردن و گله دارن از وکلای ایرانی. اولا بذارید من این موضوع رو خدمتتون بگم. آقای مازیار ابراهیمی، خب کسی که راجبش نوشت من بودم، کسی که از حقش دفاع کرد من بودم، کسی که نامش رو آورد اون موقعی که ایشون زیر فشار بود، اون موقعی که ایشون متهم بود، من لااقل 7-8-10 تا مقاله نوشتم که بعد کتابش کردم. و راجب اولین پرونده‌ای که نوشتم پرونده مازیار ابراهیمی بود. آقای بهبهانی، من شخصا اینو دارم توضیح میدم، چون ایشون در واقع از عالم آدم انتظار دارن، دارم توضیح میدم. ببینید من جونم رو داشتم میذاشتم، من بیمارستان بستری بودم دست و کل، حال بسیار نامساعدی داشتم، بیماریم هم هنوز تشخیص نداده. بستگان ایشون تو بیمارستان اومدن سراغ، در حالی که زیر مورفین بودن، و تو اون حال به من موقعیت ایشون رو توضیح دادن، و من از اونجا در ارتباط با موضوع ترورهای هسته‌ای قرار گرفتم. اطلاعات راجب ایشون رو هم بخش زیادیش رو به من دادم. من و از من درخواست که ما هیچ کی رو نداریم، هیچ جایی رو نداریم، شما صدای ما باش، شما صدای ما رو انعکاس. گفتم الان که وضعیتمو میبینید تو بیمارستانم با این وضعیت چیکار کنم؟ من که کاری دستم بر نمیاد با این وضع رو تخت بیمارستان، اونم توی موقعیت. همون روز بعد از ظهر، این صبح با من اتفاق افتاد، همون روز بعد از ظهر اومدن دکتر اومد به سراغ من و اینا، گفت چیز ما چیزی تشخیص ندادیم فلانه، و در واقع میتونی بری خونه اگر حالت خراب شد دوباره بیا. و راستش من اصلا حالم خوب نبود، ولی چون توی این فکر بودم و در واقع این زمام ذهن من و این داستانه مازیار ابراهیمی گرفته بود، گفتم باشه، پیش خودم گفتم میرم خونه اینو مینویسم. آقای مهوانی، من اومدم خونه نمیتونستم بشینم، سرپا ایستاده شروع کردم به نوشتن. حالم بد بود، یهو دیدم دارم میرم، خودم رسوندم فقط توی حال، من افتادم، فشارم رفته بود زیر 3، اگه هر آدم معمولی بود احتمال مرگش بود، من چون فشارم به طور طبیعی پایینه. تا آمبولانس اومد دیگه منو با وضعیت خیلی خیلی بغرنجی به بیمارستان رسوند، فشارم رو 2.5 بود. ببینید آقای بهبهانی، من تو اون شرایط به محض اینکه چشم باز کردم، به محض اینکه تونستم، درازکش مقالمو نوشتم، درازکش،
روی تخت خوابیده بودم و زیر مورفین و این مقاله رو نوشتم و راجب آرش خردکیش و راجب همه دیگه کسانی که دستگیر شدن کتابش کردم، میتونید برید ببینید. من راجب اینا نوشتم، راجب اینکه این پرونده سازیه، راجب اینکه اینا بیگناهن، راجب سوابق خانوادگیشون، راجب پرونده رو چجوری تشکیل دادن، من راجب همشون نوشتم. چون تمام مقالات من رو تخت بیمارستان نوشتم که کتاب شد و تمام رو درازکش نوشتم. اینو چرا میگم؟ چرا میگم؟ برای اینکه فقط بگم آقای مازیار ابراهیمی و خانوادهشون اینها آدمای قدرشناس نیستن. اون آقای، ببینید تمام اینا با جزئیات تو کتاب من هست. آقای آرش خردکیش که اومد رفت انگلیس و اصلا انگار نه انگار. که روزی که نیاز داشته من کمکش بودم. البته یه چند تایشون هم از من تشکر کردن بماند. این آقای مازیار ابراهیمی همون موقع، من الان اینا رو نمیگه، به خانوادش اطلاع دادم برادر ایشون تو سوریه است، چون من نگفته بودم، من خودم در آوردم. گفتم ایشون و از طریق همسرشون ارتباط داشتن با ارتش سوریه. گفتم ببینید ایشون سرش در خطره ها، به هوای سوریه نباشید، به هوای بشار اسد نباشید، به هوای ارتباطات اینا با ارتش سوریه نباشید. با پدر زنش، سرش در خطره، بگید سوریه رو سریع ترک کنه. آقا ما به اینو به اینا گفتیم برای اینکه کمکش کنیم. اینا به توصیه اون یکی برادرشون یا خانواده‌اش، حالا در هر صورت تو ایتالیاس یا هر کجا اون موقع بود، ارتباطشون رو با ما قطع کرد و بعد همون آدم رو گرفتن، به قول معروف تو گونیش کردن، بردنش لبنان، بردنش ایران، همونی که بهش گفتم بکن و نکردن و مصیبت ها به سر اینا بود. اینا باشه، آقای مازیار ابراهیمی که اومد خارج انگار نه انگار که ما هستیم، رفت با بی بی سی با همین ژیار گل مصاحبه کرد. تو مصاحبه با ژیار گل کی هست؟ مازیار ابراهیمی هست. این خانم شادی سطر، ربطش به این ماجرا چیه من نمیدونم. و اون اسمشون یاد رفته، اون کارشناس ایران اینترنشنال هستن، اون اسمش یاد رفته. یک کدوم از اینا یک خط راجب این ترورا ننوشته بودن، راجب این آدما ننوشته بودن، هیچ تخصصی راجب این زمینه نداشتن، ولی ژیار گل ایشون رفت و با اینا برنامه درست کردن. آقای مازیار ابراهیمی هم مطلقا به این مسئله شد. بعدش هم اجازه بدید این هم توضیح بدم، کاوه موسوی کلاهشو برداشت. این به هوایی که کاوه موسوی تخم طلا براش میذاره شد یار غار کاوه موسوی. حالا نه که براش کاری بکنه، ولی تمام مطالب شریرانه، یا حالا تعدادی شد، چون کاوه موسوی مطالب شریرانش زیاد بود، علیه بنده رو ایشون لایک میکرد، همین مازیاره داری. و بعد هم که میگه تو انگلیس وکلایی میخواستن کارو رو دنبال کنن، نه بجا همین کاوه موسوی بود. یه شیاد رفتی سراغش. کاوه موسوی نه وکیله، نه یه ساعت وکالت خونده، نه هیچ دستی در پرونده های حقوقی داره، نه تجربه حقوقی داره، چی کار بکنه برات؟ آدرس اشتباه رفتی. مثلا کاوه موسوی کاره ای نیست، لیسانس، فوق لیسانس جامعه شناسی داره، یک ساعت حقوق کار نخونده در هیچ دانشگاهی در هیچ جای دنیا، هر چی هم میگه دروغه. خب بی خود شما رفتی سراغ اون. بعد هم میگه اومده سراغ وکلای پرونده حمید نوری، گفتن اینقدر پول بده اولش، چه میدونم 10,000 دلار بده تا ما ببینیم اسنادت چی. اولا که به وکلای ما که نبوده، یا اگه هست اول میومدی به ما میگفتی تا بهت بگم اصلا همچین چیزی هست یا نیست، کدوم وکلا، با کی صحبت کردی، کدوم یکی از وکلای ما، یورا یالمارشون،
ایشون اصلا بازنشسته شده، فقط و فقط پرونده امید نوری دنبال میکنه، هیچ پرونده دیگه رو قبول نمیکنه، حتی پرونده خود منو. همینطور آقای بنت سلبری از شریفترین وکلای سوئده. شما این راست بودی چرا نمیدی سراغ ما؟ چرا نمیدی بگی آقا شما چجوری با اینا، اینا که وکیل شما، میشه به منم کمک کنید؟ و بعد از اون معلوم پرونده ایشون نمیشه دنبال کرد، هر وکیلی بهشون گفته درست گفته، هر وکیلی به ایشون در اروپا گفته درست گفته، چون جزء حوزه قضایی اروپا نیست، یه جرمی در ایران اتفاق افتاده. امکان پیگیری این پرونده در اروپا نیست. یک، امکان پیگیری این پرونده در اروپا وجود نداره، دلالش هم کاملا حقوقیه، برای اینکه جرم در ایرانه، جزء اون چیزهایی که اصل صلاحیت قضایی جهانی میتونه پیگیری کنه این نیست و نمیتونه باشه. ظلم به شما شده بله، ولی در ایران نمیشه. ایشون تو اونجا میاد تو اون مصاحبه با میاد، خب رام اطلاعی ندارم که مصاحبه میکنن، میاد میگه گناهی هم نداره. بله در آمریکا ادعی میتوانند به خاطر اطرافیانشون تقاضای ضرر و زیان بکنن، ولی پرونده من کسی اینجا دنبال نمیکنه. نه نمیگم حالا در آمریکا، واقعا در آمریکا میشه، برای اینا شهروند آمریکایی هن. هر شهروند آمریکایی مسیح علی‌نژاد برای برادرش کیسه دوخته، حالا داستانش بماند، ولی کیسه دوخته برای خودش، میخواد یه پول هنگفتی به جیب بزنه از پول ملت ایران. خب دیگران هم هستن بله، اما اونا اعضای خانواده و شهروند آمریکا و شهروند آمریکایی به خاطر ظلمی که بهش شده یا به خانواده شده میتونه طرح دعوا در دادگاه های آمریکا بکنه. خب میتونه بکنه، این حق و قانون بهش میده. اما به شما که یک پناهنده هستی در آلمان چنین حقی رو نمیدن، چون اروپا این اروپا اساسا از این حق و حقوق نمیده، آمریکا میده و آمریکا فقط به شهروند خودش میده، نه شمایی که پناهنده آلمانی. تموم شده را. خیلی واضح این دیگه نمیدونم پرونده و کمک میکنه نمیکنن نیستش، امکان نداره. مثل اینه من بگید آقا من چه میدونم 60 سالمه، یه خانومی هم میگی بزا، خب نمیتونم بزا، مردم به من میگی بزا، من خب مردم چجوری بزا، نمیتونم بزا. امکان زاییدن ندارم. شما هم پرونده به من نشون بدی، پرونده شما از قبل بهت میگم آقا پولتو خرج نکن، آقا ذهنتو خرج دنبال این داستان ننداز، برای اینکه امکان نداره. میتونه یکی بره بکنه، منم یاد میگیرم، دفعه دیگه تجربه میشه، ولی نه، از نظر من آقای مازیار ابراهیمی ظلمش شده ها، تردید در این ماجرا نیست، زندگیش نابود شده، سلامتیش از بین رفته، ولی ایشو خودش آدم قدرشناسی نیست، آدم ناسپاسی است و از نظر بنده امروز که ایش همین آدمان که بعد انتظار دارن همه هم بیان به کمکشون، آقای مازیار ابراهیمی بنده که اومدم به کمکه چه گلی به سر من زده، نه که من انتظاری داشته باشم، همین الان هم اگه تو هچر بیفتی من حاضرم کمک کنم، این شخصیت منه. همین الان هم مازیار ابراهیمی یا امثال مازیار ابراهیمی به هچر بیفتن من کمک میکنم، اینجوری نیست که من از کمک کردم پشیمون شم، این شخصیت خودمه، این منش خودمه، من برای خودم میکنم، برای سلامت خودم میکنم، اصلا هم پشیمون نیستم که در ارتباط با قتل‌های هسته‌ای نوشتم و اینا رو بیگناه نشون دادم، اصلا هم پشیمون نیستم که تنها صدا بودم، که تنها کسی بودم میگفتم اینا بیگناهن، در حالی که تو ایران هیچ وکیلی حاضر نشد از اینا دفاع کنه ها، در حالی که مشخصا مسئولین کانون وکلا گفتن ما حاضر به دفاع از این نوع پرونده ها نیستیم. من در اون شرایط نوشتم ها.
در اون شرایطی که اکبر ینجی برای اینا پرونده سازی میکرد من نوشتم، در اون شرایطی که ضد اسرائیلیا و نمیدونم ضد آمریکایی ها برای اینا پرونده درست میکردن من نوشتم، برای کویه جو قد شناسی قد نمیخواد بشناسه، نمیگم قد بشناسه، نمیخواد بگم کاری به ما بکنه که میدونی اینه. حالا ایشون میاد اینا رو میگه، به نظر من نه یعنی شما چه کردی چه کاشتی که حالا میخوایی محصول داشته باشی؟ برداشتش بله بله، گرفتاری ها همه از این دست است. بیچاره مردم ایران گرفتار بیابی هن. تو تهران میگه آب نیست، نان نیست، و این ما اینجا سرگرم چه بازی هایی هست. هر کی به فکر خیشه، کوسه به فکر ریشه.